بنابر گزارش رسانه‌های ایرانی، به دستور وزیر راه ایران و به دلیل تقدیر از شرکت‌های هواپیمای ایرانی که نسبت به فروش بلیط اربعین با نرخ مصوب در بازه زمانی اعلام شده، یعنی 15 تا 30 شهریور اهتمام ویژه داشتند، تمام شرکت‌های هواپیمایی از پرداخت هزینه خدمات فرودگاهی هم از نشست و برخاست پروازهای اربعین معاف شدند. فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه اعلام کرد که 11 تروریست داعشی در بیابان استان الانبار و منطقه بحیره حمرین در دیال در شرق عراق کشته شدند. این خبر چند روز پس از آن مطرح می شود که یاسر حسین، معاون عملیاتی رئیس ستاد سازمان هشت شعبی عراق، 9 شهریور از شکار سرکرده ی ارشد گروه تروریستی داعش در استان نینوای این کشور خبر داد. اداره مهاجرت ترکیه از اخراج بیش از 3000 مهاجر غیرقانونی دیگر از این کشور ظرف یک هفته خبر داده و تاکید کرد که نزدیک به 1500 تن از آنها افغانستانی بودند. اداره مهاجرت ترکیه در بیانیه خود ضمن اعلام این که 1492 تن از افراد مذکور شهروند افغانستان و 448 تن دیگر نیز شهروند پاکستان بودند، تاکید کرد که با اخراج آنها نیز شمار کلی مهاجران اخراجی از این کشور از ابتدای سال 2022 میلادی تا کنون به 78716 نفر افزایش پیدا کرده است. تقوا پینیرو، بسکتبالیست سابق آمریکایی که مدیریت یکی از تیم‌های بسکتبال در فرانسه را بر عهده دارد، به دستور مستقیم یکی از اطرافیان امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برکنار شد. در همین حال روزنامه فرانسوی لیبراسیون با انتشار گزارشی در این باره علت برکنار شدن این چهره ورزشی را مسلمان بودنش اعلام کرد و از گسترش و افزایش رفتارهای اسلام هراسانه در فرانسه انتقاد کرده.